کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند گیتا دختر کولی نوشته دکتر حکیم الهی بخش پانزده هم. پس از شش هفته ماندن در زندان اداره پلیس نظر داد که گیتا و شوهرش باید از شهر خارج شوند و این نهایت ارفاق دولت است که گیتا را زندانی جنگی به شمار نمی آورد. گیتا از این موضوع استقبال کرد ولی بوگامبو که تعلیمات کافی یافته بود جدا به آن مخالفت کرده و به جرائت و مقامات بالا عرض حال داد و به اصرار گیتا حاضر شد که وکیل انتخاب نماید. وکیل بوگامبو مستر دال بود ولی گیتا گفته بود که من باید وقت داشته باشم و برای انتخاب وکیل فکر کنم. با مدیر روزنامه ناچره افکار شب در زندان تماس گرفت و از او خواهش کرد یک نفر وکیل شجاع و مؤمن به مسلک کمونیسم به او معرفی نماید و یادآور شد که ملاحظه میکنید این سگهای ارتجاع با من چه میکنند و از او گله کرد که روزنامهاش چنان که باید و شاید از او حمایت نکرده است آنگاه مدیر روزنامه مستر گودار به او هرگونه امید کمک داد و گفت من هم خودم برای دفاع شما حاضرم و هم مسیو پیرلاشاو که یکی از مخبرین ما می باشد. جلسات محاکمه تشکیل شد و باز مدتی نام گیتا و مدافعات او ورد زبانها گردید و چون مسیو دال تقاضای ده هزار لیر قرامت برای بوگامبو نمود از طرف مستر گودار و پیرلاشاو نیز پنجاه هزار لیر قرامت برای گیتا مطالبه شد. و از آنجایی که دولت علیه گیتا مدرکی نداشت با کمال مهارت دولت را محکوم به پرداخت قرامت نمودند و چون گیتا پولها را دریافت کرده از وکلای مدافع خود مبلغ حق الوکاله را سوال کرد ولی هیچ کدام نپذیرفتند و گفتند کمال افتخار ماست که یک نفر هم عزیزی چون شما را نجات دادیم و از دست دژخیمان پلیس رهان مودیم. آنگاه گیتا در حضور کلیه حضاره شرح موثری برای روزنامه ناشر افکار و مدیر آن نوشته و در پایان آن یادآور شد چون همیشه قلبه با حقیقت است ما پیروز شدیم و چون مدیر روزنامه و پیرلاشاو سهم بزرگی در اثبات حقیقت داشتند من کلیه قرامتی را که دریافت داشتم برای پیشرفت کلیه هم عزیزم از طرف خود و همه افراد رنج بر و زحمت کشه کشورم به ناشر افکار این جمعیت تقدیم می و افتخار می کنم اگر آن روزنامه شریکان را قبول کرده و به نشر افکار جمعیت کمک نماید. عمل او موجب مخالفت شوهرش و تحسین همه واقع شد و مثل گودار از این موقعیت در پوست نمی کنجید و تماس این دو وکیل با گیتا زیاد شد و حتی برای آنکه بوگامبو از عمل او زیاد متأثر نشود مبلغی نیز به عنوان هدیه به او دادند و هنوز یک ماه از آزادی گیتا نگذشته بود که یک فرد جسور و متحور و وارد به حزب معرفی شد و خانهش اغلب محل اجتماع طبقاتی بود که به نام آزادی خواهان و روشن فکران نامیده می شدند و در اداره روزنامه ناشر افکار و مسلک بین المللی روس دعوت به کار شد و اولین نامه ای را که نوشت و به مستر گودار داد برای پیشوای کشورش رفیق چپالفسکی بود و از او خواهش کرد که به هر وسیله میتواند این نامه یا اصل آن را فرستاده و یا به صورت رمز به او ارسال دارد. مستر گودار نامه را گرفت و گفت کوشش خود را به عمل خواهد آورد. شبان نامه گیتا به وسیله یک هیئت پنج نفری باز و بدین گونه قرائت شد. پیشوای معظم و محبوب من رفیق چپالفسکی با سلام گرم و تقدیم مراتب جان نساری به حضور مبارک عرضه می دارم این جانب به اتفاق پروفسور پالوفسکی در کشور مازین به دست سربازان ارتجای اسیر و بعد تحویل اربابان آنان یعنی سربازان کشور بوگامبو شدیم رفیق باسو موفق به نجات خود شد ولی جان نسار چون کوشش می کردم که پروفسور را نجات دهم ده گیر افتادم تا اینکه سپاهیان بوگامبو ما را با کمال وحشیگری و سبوعیت به جزائر بردن و در آنجا جان هدف انواع اهانت و شکنجه ها واقع شدم به طوری که چندین مرتبه بیهوش و به گردیدم و آنگاه مرا به زور و به عنف به تصرف یک سرباز حیولا دادند و زندانیان را جمع کرده از صبح تا غروب وسیله تفریح خود قرار داده و مسلک ما را مسخره می پروفسور نیز در میان آنان است و به او بفرمایید تایفه گرگ ها نیز با یکدیگر این معامله را نمی که این سربازان ارتجاع امپریالیستی با ما کردند ولی پس از اینکه سربازی مرا به زور و جبر از آن خود کرده و کشم, کشم به کلیسا برده برای تبلیغ دیگران دیگر از شکنجه و آزارم دست برداشت و آنگاه مرا و سرباز را در هواپیما جا داده به پایتخت کشور بوگامبو فرستادند. در اینجا نیز این شکنجه های جهنمی شروع شد و ساعت ها مرا در زیر زنجیر شکنجه انداخته و حتی رئیس پلیس شخصا مرا شلاق زده و با چکمه به شکم و پهلو و صورتم مینواخت هر چه تقلا کردم که مرا به کشور خود عودت دهند میسر نشد و عجیب که سرباز را مالک من می دانند و او حاضر نمی شود که من برگردم. در اینجا رفقای بین المللی ما بسیارند که با کمال جوانمردی از من دفاع کردند و اکنون در روزنامه ناشر آن حزب کار می اینک این را به وسیله مدیر روزنامه تقدیم آن پیش معظم و آن راد مرد آزادی بخش بزرگ رفیق برویانو می نمایم تا اینجا نسار را رسما از دست این خونکادان و افراد سبو مطالبه نمایند که جانم به لب رسیده است نه فقط به خاطر فشار مغزی و جسمی بلکه به علت اینکه در اینجا دستم بسته است و می توانم از آنان انتقام بگیرم جان شما گیتا وقتی این هیئت پنج نفری ترجمه این نامه را دریافتند صلاح دانستند که به صورت رمز به کشور روسیه که منشأ همه این تحریکات بین‌المللی است مخابره نمایند نامه با رمز به کشور روسیه رسید و از آنجا آن را به کشور برویانو و چوپالفسکی فرستادند و در هر دو کشور مشغول تحقیقات و مطالعه در جریان امر شدند سپس از کشور مازینی سابق و سوی فعلی اطلاعات خواستند و مجموعه آن اطلاعات و اطلاعات دیگری که از کشورهای بوکامبو به روسیه رسیده بود از برویانو کسب اجازه شد که راجع به او چه اقدامی باید کرد البته تاکنون اعتراضات بسیار شده و مقالات متعدد منتشر گردیده بود بالاخره او را از کشور روسیه معرفی کردند که باید از وجود او در دستگاه مرام بین المللی کمونیسم کمال استفاده به عمل آید از این نامه و توصیه نگی تا مطلع شد و نه آن هیئت پنج نفری ولی گیتا نامه رمزی به وسیله مدیر روزنامه دریافت داشت که به امضای بریانو بود که باز هم با رمز از کشور روسیه فرستاده شده بود در این نامه بریانو از طرف چوپالوفسکی از گیتا تقدیر کرده بود و خود بریانو یادآوری نموده بود که همیشه در فکر اوست و البته امیدوار است که گیتا در هر کجا باشد منشأ آثار بزرگ و تحولات کلی خواهد گردید و رفقا همیشه از مبارزات و قهرمانیهای او یاد می کنند و ترجیح می دهند یک دست قوی در کشور بوگامبو بماند تا به موقع مقتضی اقدام لازم به عمل آورد. دست شما هیچ وقت بسته نیست. این جریانها ها را در چشم متصدیان مرئی و مخفی مسلک بین المللی روس ها با ارزشتر و با اهمیتتر از آنچه فکر میکردند جلوگر ساخت و چون در مخالفت با دستگاه پلیس فوق آنچه تصور شود جسارت به خرج میداد طبعا توجه افرادی را به سوی خود جلب کرده بود به طوری که سمبل اهانت و تحقیر به دستگاه پلیس به شمار می آمد. پس از دریافت یک چنین نامه از بریانو فورا جریان را نوشته و به شاسی زنگ فشار آورد زیر تخت خواب خود را نگاه کرد دید کپ اتاق که با چوب و تخت فرش شده بود به طول 8 و عرض دو سانتی متر باز شده است اول تصور نمی کرد حفره ای که رئیس پلیس گفته باشد همین است از این رو دوباره شاسی را فشار داد و چون برگشتی تختها به هم چسبیده و سوراخ به کلی مسدود شده است دوباره به ترتیب اولان را باز کرد و نامه را در آن انداخت کم کم در کنار مسی و پیر لاشا و شخص دیگری به نام هرباخ که در هنگام ورود در روزنامه با او آشنا شد به محافل حزبی و مجامع سری راه یافت گیتاب به اندازه کافی تجربه و مهارت داشت که دستجات را مزهور نماید و بدون پرده محافظ کاری افراد را تحریک کند و آنچه می توانست در محاسن مسلک خود میگفت و هرچه لغات زننده و عیب سراغ داشت نصار دستگاه ارتجاعی این کشور می نمود. در یکی از این جلسات که در ساعت نیم به ظهر تشکیل شده بود گفت من به شما اطمینان میدم حالا که اونا مرا دزدیده و به اینجا آوردند روزی خواهد رسید که من خود از عوامل حاکمه این کشور بشم ولی ما در این کشور که حکومت رو به دست آوردیم و یا در کشور باسو که موفق شدیم مانند شما لاک پشتوار حرکت نمی کردیم عمل داشتیم نه حرف موش داشتیم و نه قلم و در اینجا حساب خرابکاری و ترور شروع نکنید موفق نخواهید شد شنوندگان گیتا هیچگاه از هجده نفر تجاوز کرده بود و گاهی نیز در جلسات چهار و پنج نفری چرکت بینمود رابطه او با بوگامبو در این ایام خیلی عجیب بود. او به هیچ وجه تصور نمی کرد که بوگامبو نیز تحت تعلیمات مخصوصی انجام وظیفه می نماید. حقوق ماهیانه خود را به او میداد و کاملا خوشحال به نظر می رسید. ولی یک نوع قبار کدورت بر چهره او سایه انداخته بود. گیتا با کلماتی نافذ از او تشکر کرد و گفت خوشوقت هستم که به موفقیت من و کشور خود پی برده و مرا به حال خود واگذارده ولی به طور حتم عواقب آن به خیر خواهد بود در یکی از روزها وقتی گزارش یکی از نوتخای خود را و گفتار مستمع این را نوشت و دریچه را باز کرد که در آن بیاندازد چشمش به پاکتی افتاد آن را گشود و شش عکس متعلق به سه نفر نیم رخ و تمام رخ در آن بود که برای هر یک چند نام ذکر شده و توصیه شده بود متوجه باشد و ببیند صاحبان این عکس ها را در کجا می و فراموش نکند عکس شماره یک از خطرناکترین افراد و متصدی تشکیلات است و عکس شماره دو و سه دو نفر از علمای متخصص ما هستند که اخیرا روبوده بوده شده اند. آنچه برای گیتا مهم بود عکس شماره یک بود چون سفارش شده بود که عکس ها را پس از دیدن دوباره در محل خود بگذارد از این رو هر دو پاکت را به جای خود گذاشت و زنگ را فشار داد یک روز جمعه هرباخ به گیتا پیشنهاد کرد اگر مایل باشد روز یک شنبه با یک اکیپ پنج نفری خیال کوهپیمایی و پیاد روی دارند و او نیز میتواند به آنان بیرون بیاید گیتا متعذر شد که شوهرش در روزهای یک شنبه با او به گردش میرود و غیبت یک روز او باعث چندین روز جنگ خانوادگی خواهد شد اما هرباخ به او پیشنهاد کرد که به شوهرش بگوید روز یک در روزنامه مشغول خواهد بود که بالاخره آن را پسندید و در یک شنبه موعود که باز روزن را برای گزارش این موضوع باز کرده بود متوجه یک پاکت شد که باز همان عکس ها را ارائه داده و ضمناً یادآوری کرده بود که آیلین دخترک 13 ساله آلت دست ایادی روسی شده و ندانسته آنچه را بگویند عمل می کند و مواظب او باشد. رفتار گیتا با این دختر در نهایت مهربانی بود ولی هم شیر فروش و هم کسی که خاک روبه ها را می برد او را تحت تأثیر قرار داده بودند. گیتا مدت ها یاد داشت های ها را به ران خود بسته بود ولی وقتی به جاهای مشکوک می رفت آن را پشت قفسه کتاب ها جا میداد. ولی به این موضوع پی برده بود که آیلین کاغذ پاره های او را جمع می کند که اکنون محل دیگری برای آن یافت. صبحگاهان با کمال معذرت در حضور آیلین و بوگامبو گفت امروز در روزنامه ما است که باید به خرج و دخل روزنامه رسیدگی بشه. البته سعی می کنم که سری به اونجا زده و اگر تونستم زود مراجعت کنم و الا شاید نتونیم به گردش معمول ادامه بدیم. با با کمال اوقات تلخی قبول کرد و گیتا خارج شد و به چهار نفر دیگر پیوست و در اتومبیلی نشستند و حرکت کردند و به شهر کوچکی که در کنار دریا و در پای کوه واقع بود رسیدند. ماهیگیران مشغول سید ماهی و کشتی های بزرگ و کوچک ماهیگیری سرگرم خالی کردن بارهای خود بودند. مسافرین ما که از هر مقوله سخن می گفتند تصمیم گرفتند مقداری ساندویچ تهیه کرده و با مشروب در همان حوالی نشسته و بخورند و مقداری هم قایقدانی کردند و دوباره به ساحل برگشتند. ولی چون دو نفر از رفقای آنان سرگرم تعمیر اتومبیل بودند و هنوز از کار خود فراغت نیافته بودند و آنان ملحق شده و گفتم اتومبیل تا دو ساعت دیگر وقت لازم دارد تا تعمیر شود و چون گیتا تصمیم داشت زودتر برگردد و کشتی مسافربری کوچک ماهی طلایی موقع حرکتش بود از پلیس آنجا کمک خواستم که بلیطی برای گیتا تهیه شود تا او زودتر با کشتی خود را به پایتخت و منزل برساند و نیز برای مرمت اتومبیل از همان پلیس کمک گرفتند. گیتا با بلیت مشخص وارد کشتی شد و یکی از کارمندان کشتی محلی برای او در نظر گرفت و یادآور شد که اگر پولی معادل چند سکه به او بدهد یک تخت خواب هم به او تا شهر واگذار خواهد کرد گیتا در نتیجه دویدن و کوهپیمایی و پاروزنی به تمام معنی خسته شده و احتیاج مبرمی برای استراحت حس می کرد و با دادن پول اضافی در اتاق شماره هشت جا گرفت ولی هنوز ننشسته بود که صدای باز و بسته شدن در شنیده شد و شخصی در طرف راست اتاق ایستاد و به او سلام کرده پرسید آیا افتخار حضور مادام گیتا بوگامبو دارم؟ گیتا با تعجب به او نگاه کرد و گفت بله ولی آیا ممکنه خودتون معرفی کنید؟ اما قبل از آنکه که او خود را معرفی نماید گیتا به گفترش ادامه داده و گفت علت اینکه با این روش بیادبانه وارد اتاق من شدید چیه؟ شخص وارد کمی جلو آمده و در حالی که میخندید به زبان روسی گفت من ساندر بولت هستم. گیتا او را کم کم با عکس شماره یک تدبیر داده ولی پرسید ساندر بولت کیه و منو از کجا میشناسی؟ آنگاه خود را به تمام معنی معرفی کرده و قهرمانی های گیتار شمرده و گفت به خاطر این جریان خواستم شما را از نزدیک ببینم و چون معمولین همه جا و از هر طبقه در تغییب من هستند از این رو این طوری مزاحم شدم گیتا پرسید و اطمینان اینکه شما ساندر بولت هستید چیه؟ همین که من این مقدمات رو فراهم آوردم تا شما را در اینجا ملاقات کنم و کلیه یه نقشه هایی که گیتا را به اینجا رسنده بود شهر داد. گیتا از دیدن او اظهار خوشحالی کرد و با تعجب پرسید پس شما چطور تا کنون با من تماس نگرفتید؟ گفت به علت موانع و تحقیقات. البته این سخن گیتا صرفا برای ارائه مقام و ارزش خود بود ولی ساندر بولت حساب کرد همانگونه که شرحی به او نوشته شده است لابد به گیتا نیز دستوراتی میرسد که یکی از آنها همکاری با او میباشد آنگاه هر دو نشستند و سندر بولت کلید در که از داخل چفت کرده بود جلو او نهاد ولی گیتا یقین داشت او نه از در وارد شده و نه هنگام ورود او به اتاق در اتاق بود و در حالی که قیافه خوشحال از هیکل ناموزون او به خود گرفته بود دید بهترین موقع برای سوال در برداشت مطلب است از این رو بدون اینکه مجال صحبت به او بدهد خیلی آهسته نام دو نفر دانشمند اتمی را به زبان برده و پرسید آیا آنها را فرستادید نوه این سوال خیلی جدی و محرمانه و از روی کمال اطمینان ادا شد و ساندر بولت را در برابر محصور عجیبی نهاد ولی خود را جمع جور کرد و گفت نه هنوز بعد با گرفتن خیافه ناراحت و فکور به خود پرسید زیر دریایی تا چه شعایی میتونه از ساحل اینجا بیاد. ساندربولت گفت اشکال در اینجاست که زیر دریایی نمیتونه نزدیک بشه. عمده اینه که باید در آبهای دور دست بیرون بیاد و تا اونجا با قایقهای ماهیگیری در این فصل مشکله که حرکت کنیم. گیتا فکورانه جواب داد وقت اونم میرسه عمده اینه که دست زیادی نباید در کار باشه مادامی که ممکنه یک نفری کار رو کرد نباید چند نفر شد هرچه کمتر بهتر گیتا در نظر خود کاملا سائب بود و از جریان ماهی گیران و قایقها و منظری که به نظرش آمد با آنچه راجع به گم شدن این دو متخصص اتم شنیده بود و نحوه بردن او در نزد ساندربولت آنچه باید بخواند خوانده و با سؤالتش از او خود را واردتر از آنچه انتظار میرفت نشان داد ساندرگوله تصدیق کرد که موضوع هرچه دست کمتر باشد بهتر است کاملا صحیح است و خود او همین روش را عملی کرده است گیتا سخن او را قطع کرد و گفت تا ملاقات من و شما بیش از این جلسه نباید باشه و من نمیدونم تا چه اندازه اطراف و جوانب رو با آوردن من در اینجا پاییدید و لابد میدونید پلیس مراقب منه سندر بولت گفت مراقبین شما کاملا مشخص هستند و علاوه چنانکه که میبینید روزها یک شمه در اینجا همیشه شروعه و مردم از هر طبقه به این دامنه ها سرازیر میشن و به اضافه بلیط شما به علت خرابی ماشین به وسیله پلیس تهیه شد و تا شب رو در خارج به زحمت نیفتید همه چیز عادی انجام شده البته کسانی که به اینجا میان یا با اتومبیل میان یا با کشتی و یا راه هن. و موجبی برای سوء زن نیست. من امروز خواستم به افتخار زیارت شما نائل بشم و تبادل نظر در کارها بکنیم. قوت قلب و روحیه قوی گیتا ساندر بولت را به تمام معنی تحت تأثیر گرفت و تفوق روحی او را بر خودش روشن ساخت. سوالات او راجع به دو متخصص اتم و استعلام از زیر دریایی و شعاع عمل و غیره که گیتا صرفا از روی حدسیات و اسمات شخصی و معلومات کلی خود ابراز داشت این توهم را در ساندرولت به وجود آورده که اطلاعات گیتا بر اسرار اسناد محرمانه خیلی وسیع است و همین جهت وقتی صحبت از تبادل نظر در امور به میان آمد گیتا گفت شما نقشه کلی و اساسی خود را بفرمایید تا من پیشنهاد خودم را بدم ساندربولت معتقد به اجرای عملیات شدید از قبیل ترور و خرابکاری بود و رشته های مختلف را بحث کرد و کمک رفقا و هم خارج و به خصوص کشور روس را لازمه آن شمرد و استعلام کرد در این مورد که او و سران موثر در خفا مشغول کارند چه روشی باید پیش گرفت تا زودتر ما را به هدف برساند و چه نقشی شما می در آن بازی نمایید گیتا گفت من با عمل حاد شما کاملا موافقم مشروط به اینکه به همین کیفیت در خفا باشه و به اضافه چون مسئولیت فعلی شما فوق العاده خطیره رهبری تبلیغات حزب رو من به عهده میگیرم زیرا گمون اینکه بخوام جای شما رو بگیرم نمیره و اهل اینجا هم نیستم و در اینجا هم نخواهم موند و شروع به تبلیغ و نام نویسی خواهم کرد و با شما در حال حاضر قطع رابطه خواهم نمود. وظیفه من اینه که تشکیلات رو کاملا سلجو و فریبنده عرضه کنم که مردم این اجتماع گول بخورند و متقاعد بشند. گفتار کتاب اینجا رسیده بود که کشتی به مقصد رسید و موقع پیاده شدن مسافرین گردید. ساندر بولت با سمیمیتی هرچه تمامتر دست مادام بوگامبورا که هم صورتی زیبا و هم افکاری بلنده و هم اطلاعات عمیق داشت فشرده و از او اجازه خواست که باز یکدیگر را ملاقات نمایند گیتا گفت من زیاد با آن موافق نیستم ولی باید صحبت های خود را تمام کنیم و نقشه اجرای اون به وسیله شما خواهد بود و چون خود را برای حرکت آماده می کرده از او پرسید به چه اطمینانی در این محل خواهید ماند من میخوام در رو باز کنم در همین حال ساندر بولت که در جوال تخت خواب ایستاده بود او را مطمئن ساخت کسی او را پیدا نخواهد کرد گیتا بیرون آمد و در را بست و پس از اینکه دو قدم دور شد دوباره به عنوان برداشتن چیزی از اتاق برگشت و داخل آن را نگاه کرد اثری از ساندر بولت نیافت و بر او مسلم شد که در اتاق محلی تعبیه شده و به هر صورتی که هست فوقلاد ماهران آن را به وجود آورده اند. این روز هم برای او روز عجیبی بود و در این موضوع فکر می کرد که تاکسی او را جلو منزلش پیاده کرد. قیافه بوگامبا از دیدن او در هم رفت را میدانست گیتا در اداری روزنامه نبوده و چون از او پرسید تا کنون کجا بودی و جواب شنید دفتر روزنامه داد و فریاد شروع شد و گفت من به روزنامه خراب شده شما تلفن کردم آنجا هم نبودی اما بالاخره گیتا او را متقاعد کرد که بحث راجع به امور مالی و محرمانه بوده است و دسترسی او به همین دلیل مشکل بوده است صبحگاهان دو گزارش مختلف از این خانه به دو محل مختلف و متضاد رسید دختر موضوع دعوای گیتا و بوگامبورا شرح داد و شیرفروش با خنده و نوازش کردن و او گفت و بالاخره معلوم نشد گیتا در روزنامه بوده یا جای دیگه آیلین گفت چرا بالاخره معلوم شد که اون مشکل مذاکره برای امور مالی بوده نظیر همین سوال و جواب ها نیز وقتی مأمور جمعآوری خاکروبه برای بردن خاکروبه ها آمد به میان آمد اما گزارش گیتا به رئیس پلیس نسبتا مفصل بود و کلیه آنچه شده بود شرح داد و در پایان آن نوشت فعلا متقا اقدامی نشود و یاد و شد که برای فردا اولین سلسله از یادداشت های را خواهد داد تا در یک روزنامه کسی رو انتشار امر به چاپ دهند. وقتی گیتا روز بعد به اداره روزنامه رفت متوجه شد که هرباخ نیامده است. وقتی از او استعلام کرد گفتند مشغول تعمیر اتومبیل است که گویا در مسافرت تفریحی دیروز خراب شده. ولی در همان روز مقاله در روزنامه نوشته شد مبنی بر وضع رقت بار کارگران و ماهیگیران بندر که مضمون آن چنین بود دیروز مخبر ما توانست که روز تعطیل خود را در شهر بندری به ماهیگیری بگذراند در حقیقت میخواست با یک تیر دو نشان زده باشد ولی جریان دقت بار زندگی کارگران و ماهیگیران او را به قدری متأثر ساخت که تعطیل او را هم مانند یکی دیگر از ایام هفته پر از سوز و گداز بود زنان و اطفال کارگران مانند سگان گرسنه در ساحل جمع شده و چشم دوخته بودند که از کجا میتوانند یک ماهی مده به دست آورند و صد جوع نمایند ماهیگیران باید با شکم گرسنه به سید ماهی بپردازند و بازار مرتجعین و شکم سرمایه داران را سیر کنند و خود و اطفالشان سر بیشان به بالیم بگذارند. اینک مصاحبه مخبر ما را با هجده نفر ماهیگیر مطالعه فرمایید و پس از نوشتن یک رشته مطالب رقت آور از وضع زندگانی این چند نفر نوشته بود و ای کاش بدبختی این مخبر تا همینجا پایان میافت ولی خرابی راه و چاله ها و دستنداز ها که به اندازه ای بود که اتومبیل آنان خراب شده معلوم نیست این مردم گرسنه که این همه مالیات میدهند و خود با گرسنگی به سر میبرند با پولشان چه میکنند البته کاملا روشن است که دولت پول همین پابرنگان و گرسنگان را گرفته و رمق آنان را مکیده و توپ و تفنگ ساخته و تحویل دولت های مرتجع و خونخوار میدهد تا علیه طبقه کارگر و یغما شده استعمال گردد برای حفظ ارتش میدهد که جزایر کشور آزادی خواه باسو را اشغال کرده و دو پایگاه ضد انسانی و ضد آزادی خواهی نمایند ولی راه های خراب و شکم کارگران مالیات ده ما گرسته است در هر صورت دو نفر خانم کارگر اداره که می باید شب در خانه خود باشند در نتیجه خرابی اتومبیل در صدد تهیه وسیله نقلیه دیگر برآمدند که با هزاران زحمت و از که با کمک پلیس توانستیم فقط یک بلیت برای یکی از آنها تهیه کرده تا با کشتی کوچک مسافر بری خود را به شهر و خانه و زندگی برساند و دیگری توانه ساعت دو بعد از نیم شب مراجعه کند این از حد دلسوزی دولتی که توپ و تفنگ برای استعمارگران جهان میفرستد نسبت به کارگران خودش در اداره روزنامه مطلق سوالی پیش نیومد و مثل اینکه خود آنها نیز نمیدانستند که گیتا با ساندر بولت ملاقات کرده است معلوم شد تشکیل است که دستگاه های مختلف در هر قسمتی از یک رشته عملیات وارد هستند و نه کلیات آن گیتا وقتی به منزل برگشت و به سراغ حفره رفت باز پاکتی یافت محتوی همان عکسها و یک نامه فوقالعاده تشکرآمیز از اطلاعات گرامبه های او و نیز اطلاع داده شده بود که پیلاتسا بهبود یافته ولی از تشنجات خیلی کاسته نشده است و در پایان نوشته بود منتظر دستورهای شما هستیم گیتا چند برگ از یادداشت های پیلاتسا را برداشته با آن را خواند و مقدمهای به این صورت نوشت تا بفرستد یادداشت های یک دیکتاتور پرولتاریا تقدیمی دال الف دال الف به جامعه بشری آقای مدیر محترم روزنامه یادداشت هایی را که تقدیم شما می کنم متعلق به یکی از بزرگترین و خشنترین دیکتاتورهای پرولتاریاست و در خلال آن او را خواهید شناخت فعلا در کجا زندگی می کند از افشای آن معذورم و شاید مسلحت در ذکر آن نباشد ولی مهم این است که شما در خلال زندگی پر ماجرای نویسنده یک کتاب با جنایات تاریخ و فجایع بشر امروز و مرام و ایدئولوژی ها آشنا می شوید و معنی دیکتاتوری پرولتاریا را در می آبید و ملاحظه خواهید کرد که چگونه مظالم مشتی مردم متنفذ در دولت های عادی و اجتماعات معمولی و جری شدن آنان نسبت به قانون و عدالت منجر به مرض انقلاب و حکومت پرولتاریا می شود. درست همان گونه که کسافات منشأ میکروب انواع امراض کشنده را به وجود می آورد، کسافات عدم اطاعت مردم از قانون و عدالت نیز در هر اجتماع امروزی منشأ ایجاد میکروب انقلاب و یا دیکتاتوری پرولتاریا است که علاوه بر آنکه سجایای یک اجتماع و ملکاتان را با خود از بین میبرد حتی خودشان را هم میخورد تا بتوانند چند سباهی به حکومت ننگین خود ادامه دهند در این نوع حکومت های وحشیانی است که به نام مردگان حکومت میکنند و پیروان مجنون و منحرف برای مردگان پای میکوبند و مرحبا و احسنت نصار میکنند آنگاه افراد زنده را مورد معرفی کرده و حتی جسد آنان را در ملع عام از پشت شیشه ارائه می دهند و همان مردمان یا پیروان مرعوب و گوز صفت خیره به این مناظر مینگرند و حیران به آنها گوش می دهند. قرن بیستم امراض وبا و تاون و سایر بیماری های واگیردار یا عالمگیر در نتیجه پیشرفت دانش پزشکی از بین رفته و دیگر فرزندان آدم صدها و هزاران و هزاران هزار در نتیجه این امراض به دل خاک نمی روید. ولی در عوض یک مرض خطرناک کشورگیر و یا جهانگیر دیگر به وجود آمده و آن مرض انقلاب مرض ایدئولوژی مرض مسلک کمونیسم و بالاخره مرض دیکتاتوری پرولتاریا است که افراد را هزاران هزار با داس مر بار خود برو می کند و های خانوادگی را آتش میزند آنگاه قریب ده صفحه نیز از روی یادداشتهای پیلاتسا با مقدمه که خود او نوشته بود پاکت کرده و در پاکت گذارده و در حفره جا داده رنج گیتا در این بود که میباید هم از بوگامبو و هم از آیلین دخترک خواهرزاده او اجتناب نماید او به تمام معنی توانسته بود آیلین را با جملاتی که زبان زد مسلک و ایدولوژی بین المللی روس ها بود آشنا سازد و اطلاع به موقع از اینکه او ملعبه این گروه واقع شده کار خود را کرد ولی نسبت به بوگامبو بود و اندازه دریافته بود که تغییر رفتارش و انتظارتش از او باید مولود عوامل خارجی باشد ولی این عامل خارجی از کدام طرف است نمیدانست. بوگامبو نیز که به تمام معنی در دست رئیس اطلاعات ارتش بود یقین داشت که ای تا برخلاف آنچه میپنداشت و یا خود را نشان داده بود فردی خطرناک است و طبق دستور رفتار و عملیاتش را گزارش میداد و روز انتظار داشت بمبی در خانه او به دست آید نصیحتی که به گیتا اخیرا از طرف رفقا شده بود حاکی از این بود که شوهرش را در جریان کارهای روزنامه نگذارد و شرط احتیاط را از دست ندهد و مواظب خود باشد وقتی گیتا به اصرار تمام علت این اندرز را خواست معلوم شد دخترکی در تماس با بگام بگذارده بو و از دو ماه قبل رفاقت کامل بین آنها برقرار شده است و چون دختر از او میپرسد تو با داشتن آوردن یک چنان زن زیبایی چرا با من سر و سر برقرار کرده ای؟ پس از انتقاد از زنش میگوید این ابلیسی است که مرا از بهشت آزادی بیرون آورده تا مقاصد سوء روسی خود را انجام دهد و در عالم مستی اضافه می کند ولی روزی خواهد دید که او را با خاک یکسان خواهم کرد و جمعیت را به ازای او خواهم نشانید. گیتا وقت این موضوع را شنید اظهار تشکر کرد و بگویند گفت باید ترتیبی داده که بوگامبو را با یکی دو نفر از دختران دیگر آشنا کرد و کاملا مراقب رفتار و گفتارش بود ضمنا به مجرد اینکه به منزل برگشت جریان بوگامبو و ارتباط او را با یکی از دختران ایادی روس بین الملل و پیشنهاد خودش را هم نوشت و در حفره انداخت کمیسیون در اتاق رئیس اینتلیجنس سرویس گزارش های به وسیله رئیس کل پلیس که به بهترین وجه ترتیب گرفتن و دادن خبر را آماده کرده بود و همچنین گزارش های جنرال رئیس اطلاعات ارتش از جریان راهب و آنچه برای او به وسیله ژنرال فرمانده جزائر رسیده بود و نیز اطلاعات دیگر که خود از طرق مختلف غیر از آنچه گفته شد که اینتلیجنس سرویس هم سهمی در آن داشت همه جلو رئیس اینتلیجنس سرویس گذاشته شد و این سه شخصیت کمیسیونی تشکیل دادند و نقشه اقدامات احتیاطی برای کشتی مسافربری و آبهای اطراف خیلی ماهرانه چیده شد یک که گزارش گیتا مورد دقت و بازرسی معینی واقع شد و حتی بوگامبو و رابطه او با دختری که مطلق و تصور نمی رفت به وسیله ایادی روسی تحریک شده باشد دوزنی برای کشفیات تازه دیگر شد و اما موضوع یادداشت های پیلاتسا تحت عنوان یادداشت های یک دیکتاتور پرولتاریا مورد موافقت قرار گرفت که اصولا مقدمه انتشارش در کشور بوگامبو نباشد از این رو بنا شد با ایادی مخفی در کشور شماره چهار که از طرفی همسایه کشور باسو از طرف دیگر همسایه کشور چپالفسکی بود و هنوز آتش انقلاب آن سرایت نکرده بود ولی بیم آن میرفت که این دو همسایه علیه او شروع به نهزت آزادی خواهی و یا ایجاد انقلاب پرولتاریا نمایند شروع به انتشار کنند و پس از آن بعضی از جرائد کشورهای دیگر هم طبیعتاً آنها را نقل خواهند کرد و آنگاه کشور بوگامبو نیز از جرائد نقل خواهند نمود بالاخره سررشته عملیات کاملا به دست آمده بود و نقاط اصلی فعالیت مشخص شده بود قسمت دوم یادداشت نیز از گیتا خواسته شد و هر روز دقیق شماری میکرد که چاپ شده آن را به دست آورد و انعکاس آنها را دریابد آنگاه قسمت سوم آن تقاضا شد و گیتا با آن یادداشتی نوشت که منتظر چاپ شده ی آن است هنگام درخواست قسمت چهارم یک صفحه مجله به زبان کشور شمالی چهار به دستش رسید که رئیس پلیس یادآوری کرده بود این قسمت اولی یادداشت است که به این زمان ترجمه شده است ولی بعدا به زبان خودتان نیز ترجمه خواهد شد گیتا عنوان یادداشتها و نام خود را در آن خواند و فوراً قسمت چهارم را ارسال داشت ولی یادداشتی را که رئیس پلیس نوشته بود نگه داشت و آن را در پشت جلد یک کتاب لغت گذاشت و صفحه آخر را روی آن چسبانید. دو روز بعد یک مقاله مفصل از نحوه زندگی رقتبار طبقه کارگر و رنجور کشوری شماره چهار در روزنامه ارگان خود مشاهده کرده که از یغماگری و مظالم دولت وقت و جراید مزدور آن مطالبی عجیب انتشار داده بودند گیتا حس کرد با اینکه هنوز مطالب یادداشت تا به قسمتهای حساس نرسیده است کار خود را کرده است فعالیت حزبی گیتا کماف سابق تند و طرفدار اعمال قدرت بود و بدون پروا با شهامت عقاید خود را اظهار میکرد و در همین ایام ترجمه قسمت اول یادداشت های یک دیکتاتور در یکی از روزنامه های بزرگ کشور بوگامبو انتشار یافت و از طرف روزنامه درباره آن چنان اظهار نظر شده بود که تا این یادداشت به پایان نرسد راجب آن نمیتوان قضاوت کرد ولی چون حائز بعضی نکات مهم است ما به ترجمه آنها از روزنامه پراوا کشور شماری چهار اقدام نمودیم. انتقادی که بر این یادداشت وارد است این است که معلوم نیست دال الف دال الف کیست و نسبت او با نویسنده یادداشتها ها چیست که امیدواریم در قسمت های آینده آن نیز روشن گردد وقتی این روزنامه به دفتر اداره ناشر افکار رسید گیتا تعمدن توجهی به آن نکرد ولی سایر اعضا هر یک به نوبه خود آن را خواندند و مسخره کردند و کم کم گیتا را نیز در جدیان گذاشتند آنگاه گیتا گرفته و آن را خواند و چون به او گفتند این راجع به کشور توست و تو بیش از هر کس می توانی به آن جواب دهی گیتا گفت آیا این همه داستان و قصایی کودکانه که نوشته می شود شما به آنها پاسخ می دهید؟ حالا خواهید دید که در شماری بعد مطلب تمام شده و به این صورت تمام می شود که ناگهان از خواب پریدم و دیدم خیس عرق هستم. دال الف دال الف و بعد اضافه کرده گفت هنوز شما دستگاه ارتجا و مخ ارتجاعی را نشناخته شما شماری دوم، چهارم و ششم رسید و بالاخره مطلب ادامه یافت و اثرات فوقلاده در خوانندگان باقی میگذارد و با انگاه گیتا گفت رفقا یک نفر از شما که میتواند خوب مطالب را بپروراند باید به من کمک کنید تا به مجرد اینکه این هزیان ها تمام شد شروع به نوشتن پاسخ این لاتا الات ما بنماییم و روز بعد وقتی شرحی در روزنامه ای ارگان دید که علیه این مقالات نوشته و آن را یادداشت های هزیانی ارتجاع نامیده و همه را مسخره کرده و گفته از مردم جهان بدانند که دستگاه بقاحت ارتجاع به جایی رسیده که می نویسند با وجود اینکه آفتاب وسط آسمان است و می درخشد شب است درست همان گونه که یک نفر خائن و یک نفر عامل ارتجاع کشته شده و جسدش نیز حفظ شده است ولی مرتجعین جعلیاتی ساخته و میگویند خیر نمرده است و چو قاعد عظیم و شعن ها مردم را که فعلا دارد بر آنان حکومت میکند میگویند خیر او کشته شده است این است منطق این موجودات و این است عقل و درایت آنان که برای مکیدن خون بیچادگان و فرو کردن چنگال جنایت استعمار بر پیکر ملل نحیف از هیچ جنایت و جعل حقیقی فرو ندارند وانگاه دوباره از جنایت متصدیان کشور شمالی چهار و فجایعی که در آنجا نسبت به زحمت کشان می سخن به میان آورده و آنان را موجوداتی فرومایه و جانی بلفل بل و دزد و جاسوس اجانب خطاب کرده بود. گیتا پس از انتشار این مقاله با هیئت تحریری مخالفت کرد و گفت آنچه شما نوشته اید ضعیف است یا باید این عراجیف را اصولا ناشنیده گرفت و یا آنکه جواب دندان شکن واقعی داد و اکنون که آغاز مطلب کرده اید باید آن را ادامه داد و در حالی که صحبت میکرد شخصی صورت اعلانی به روزنامه داد که مضمون آن چنین بود روز یک شنبه گذشته کیف این جانب که محتوی ده لیره و یک انگشتر و چند سند بود در حوالی میدان شماره 16 مفقود شده است از جوینده تقاضا می شود نصف مبلغ آن را برداشته و به آدرس زیل مدارک و انگشتر را ارسال نمایند متصدی آسانسور خانه شماره 114 خیابان 11 جان البته عین همین اعلان نیست در روزنامه‌های دیگر به چاپ رسید ولی در آن جلسه هرباخ برای تعیین قیمت اعلان از اتاق خارج شد و گیتا به علت ورود اعلان دهنده صحبت خود را قطع کرد و چون هرباخ برگشت گیتا را با اشاره به اتاق دیگر خواسته گفت و دا تعدیل از شما ممکن است با آقای بگومبو تشریف آورده به بندر ماهیگیری برویم و تصمیمات پاسخ روزنامه را به روز دوشنبه میگذاریم وقتی گیتا به بوگومبو چنین پیشنهادی کرد نپذیرفت زیرا او نیز در همان روز با رفیقه ای که برای او تعیین شده بود ملاقات داشت ولی فردای آن روز گیتا همراه چند نفر دیگر از کارمندان روزنامه حرکت کردند و مسافرت آنان در همان کشتی صورت گرفت و برگشتن نیز در همان انجام شد و اگرچه به گیتا پیشنهاد اتاق هم شد و انتظار داشت ساندربولت را ملاقات کند ولی کوچکترین اثری از او دیده نشد و شب رو هم به منزل خود برگشت و خیلی دیر وقت بود که بوگامبو نیز وارد شد گیتا هم گزارش خود را داد و هم دنباله یادداشت‌ها را تهیه کرد وقتی گیتا خواست آنها را در هفته بیاندازد نامه رئیس پلیس را دید که به کلی لحن آن با نامه های سابق فرق می کرد زیرا او را به نام الیا حضرت خطاب کرده و یادداشت های او را فوق العاده زی قیمت و اطلاعات او را حیاتی خوانده بود و یادآور شده بود که اگر نطق شدیدی علیه دولت بنماید خیلی مناسب است. دو روز بعد گیتا به علت اخراج دو نفر کارگر به نام اخلالگر در جلو اداره روزنامه نطق ایراد کرد و با زبان شکسته خود آنچه توانست از دولت به زبان زننده تقبیح و انتقاد نمود ولی پلیس به او مجال نداد و با خشونت و اناد او را کشان کشان جلب کردند و پس از دو روز ماندن در زندان از او التزام گرفته شد که دیگر صد معبر نکرده و مزاحم آبری نشود و سخنانی که احانت ها باشد بر زبان نراند رفتار معمولین با گیتا واقعا زننده بود و عکس هایی که از او در روزامه ناشر افکار منتشر شد خشونت پلیس و مزدومیت گیتا را مجسم می ساخ. شوهر اسمی او نیز در این مورد برای او کوششی نکرد. وقتی گیتا بیرون آمد تا روز یک شنبه یک روز فاصله بود و به علت خستگی و فشار آن روز را در خانه خوابید و به رادیو گوش میداد و ضمناً دنبالی مطالب را تهیه کرد. آیلین نیز تمام وقت با او بود و خیلی به زحمت توانست یادداشت‌ها را پاک نویس نماید. بوگامبو که این روزها در پی انجام نقشه خود بود او گفت من گمان نمیکنم زناشویی ما قانونی باشد و واقعا متحیرم که چه باید بکنم آیا گمان میکنی این افتخار من خواهد بود که هر روز نوشته شود مادام بوگامبو به علت فعالیت علیه مصالح کشور توقیف و یا زندانی شده است گیتا گفت من هم از این روش اجتماع متأثرم ولی مطمئنا ما روزگار بهتری در پیش خواهیم داشت و این فعالیت های خلاف میل برای روزگار بهتر است. من آنچه در دارم به تو می دهم. اوگامبو که یقین داشت این زن مشغول دروغ پردازی و حیله است قرقد از بخت بد خود به آیلین گفت برای او چای بیاورد اما گیتا خود برخواست و برای او چای درست کرد. ساعت نه صبح دوشنبه وقتی به دفتر روزنامه رسید خبر عجیبی را در جراید خواند. دیروز ساعت ده رو با وجود اینکه جمعیت زیادی در خیابان هفتاد شماره بیست گرد آمده بودند و به تفریح روز یکشنبه خود مشغول بودند محافظین بانک را گرفتار و دو نفر از آنان را کشته و شعبه بانک به سرقت برده شده است خوشبختانه چون آخر وقت روز جمعه مبالغ بسیاری که تحویل این شعبه شده بود به علت احتیاجی که در شعبه مرکزی وجود داشت به آنجا حمل می شود موضوع سرقت زیاد نبوده است و نیز تقریبا در همان ساعت در کارخانه شماری پنج حریق وحشتناکی اتفاق افتاد که مأمورین به زودی توانستند آن را تحت کنترل آورند و هر روزنامه به نحوی جریان اجتماع جلو بانک را شهر داده که آیا دزدان از اجتماع مردم در آنجا استفاده کرده و یا اینکه اصولا به همین منظور جمعیت را در آنجا جمع آوری کرده بودند تا به مقاصد خود برسند در روزنامه حزبی این خبر به این صورت منتشر شده بود دزد به دزد اگر مردم در رفاه باشند دزدی صورت نمیگیرد و اگر دولت یک هزارم توجهی که در خارج صرف کمک به مرتجعین و جنایتکاران علیه طبقه رنج برمینماید صرف بهبود و اوضاع اجتماع نماید مردم در روز روشن بانک را نمیزنند زدن بانک ها کم کم سلب اطمینان مردم را خواهد کرد هنوز مقدار واقعی دست برد و چگونگی آن معلوم نیست ولی همینقدر گفته شده است که شعبه 22 بانک در نتیجه بیداد دولت به یغما برده شده است حریق کارخانه شماره پنج نیز یکی دیگر از نمونه های مراقبت دولتی است که در خارج. با آزادی خواهند میجنگد و در داخل از حفظ اموال خود آجز است. هرباخ آن روز خیلی دیر به اداره آمد و خبر آورد که هشت نفر از رفقا را بازداشت کردن. مدیر روزنامه با کمال آشفتگی پرسید چه وضعی؟ جواب داد جز و اسنادند. مدیر از شنیدن این جواب لذت برد و صحبت به موضوعات مختلف کشید. اخبار سرقت و خرابکاری و توقیف شدن چند نفر از رفقا و وحشت مدیر و آنگاه شنیدن لغت اسناد و رفع نگرانی او گیتا را به فکر انداخت در این حال یکی از کارمندان دفتر اعلانی را که قبلا گفتیم آورده و به مدیر روزنامه گفت قیمت این اعلان سلیره می شود و شما کمتر حساب کرده اید. مدیر معتقد بود اشکال ندارد ولی هر وقت چهره درهم به خود گرفته و سند دیگر به قیمت اصلی صادر کرد و به آن الحاق نمود مزالک راضی به نظر نمی رسید و آن را خیلی مهم تلقی کرد. گیتا مطمئن شد رمزی بین این اعلان و جریان سرقت باید وجود داشته باشد. از این رو در بازگشت به منزل کلیه مشاهدات و مسموعات خود را راجب به اعلان گزارش داد و در حفره انداخت. رئیس پلیس به مجرد وصول این گزارش با رئیس اینتلیجنس سرویس تماس گرفت و اعلان و جریان را از نظر گذرانید. آنگاه خرابکاری های سابق را یک یک مشخص کردند و اعلانات این روزنامه را با تاریخ های آن تطبیق دادند و موضوع روشن شد همه مانند همین اعلان بود شماره محلی که باید دست برد زده شود عنوان خیابان ذکر می شد و شماره خانه شماره خیابان می گردید به این ترتیب که شماره اول دو برابر و شماره دوم نصف می و بدین گونه فعالیت کنندگان زیر زمینی می توانستند رؤسای حوزه و عاملین خود را از جریان آگاه کنند بدون آنکه جمعیت بزرگ به وجود آورند با آنچه گذشته بود و خواندن کلیه اعلانهای گذشته رمز مهمی کشف شد و معلوم کردید بیشتر عملیات و اخبار به صورت اعلان به ایادی و عمال ابلاغ می شده است. گیتا مدتی بود که انتظار دیدن مجدد ساندربولت را داشت و از بحث روزنامه ها در اطراف یادداشت های یک دیکتاتور به نقاط حساس رسیده بود و روابط بین دو کشور او و کشور شماره چهار روز به روز تیره تر می شد و بر فعالیت رنج بران این کشور افسوده می گردید و نیز طبق آنچه در روزنامه ها خانده می شد اخیرا در یکی از نقاط مرزی بین این دو کشور به ادارت دولتی دست بردهایی زده شد و مردم را علیه دولت چپالوفسکی تشویق کردند. دولت بوگامبونیز اعلامی صادر کرد که حمله بر کشور شماره چهار و یا کوشش در ایجاد انقلاب داخلی آنها در حکم حمله به کشور بوگامبو خواهد بود. یاد یک دیکتاتور پرولتاریا نیز که پیوسته در یکی از روزنامه های بزرگ این کشور چاپ می شد آنچرا که پیلاتسا قدم به قدم شاهد و وارد آن بوده است با نام و نشان و مشخصات می نوشت و طرز تبلیغ و پول دادن به عیادی و روشن فکران و نحوه ایجاد انقلاب و وعده و ملاقات این دسته را مو به مو تشریح کرده و حتی نام بسیاری از سیاسیون خارجی که در آن کشور به سر می‌بردند ذکر کرده و نحوه ها و سرقت ها و دزدیدن کوچک و بزرگ با شیوه مهیجی قلم پرزایی می کرد و احساسات افراد را سخت برانگیخته بود. ادعی به علت مخالفت با آن و دی دیگر به علت موافقت با آن. بر متصدیان دولت چپالفسکی و بریانو هیچ شکی نبود که این یاد داشتا حقیقت دارد و به وسیله پیلاتسا نوشته می شود و نیز هیچ شکی نمانده بود که در آن کشور به سر میبرد. از این رو سه نفر معمور سیاسی مخصوص از طرف بریانو خیلی مخفیانه به حضور مسئول کشور شماره چهار فرستاده شد تا از انتشار این یادداشت تا خودداری شود. ولی با آنان گفته شد ما نمیتوانیم یک روزنامه را رو وادار کنیم که چیزی را بنویسد و یا ننویسد. این موضوع برخلاف آزادی قلم بوده و از جرائم به شمار می رود. آنگاه پیشنهاد شد در صورت تحویل نویسنده آن برای هر گونه قرار داد و معاهده و تقدیم پولی که خواسته شود موافقت خواهم کرد ولی چون مسئول این کشور دسترسی به نویسنده آن نداشت به کلی اظهار بی اطلاعی کرده و برای کمک به آنان مدیر روزنامه را رو خواسته و دوستان مذاکره شد که نویسنده آن کیست و جریان گفته شد مدیر روزنامه نیز چون نمیتوانست طرز به دست آوردن این یادداشتها را بگوید ناچار گفت یکی از پناهندگان نوشته است آنگاه تقاضا شد که نویسنده دیده شود ولی مدیر یک هفته وقت خواست و در این مدت با کشور بوگامبو تماس گرفت و جریان را استفسار کرد و جوابی را که دریافت کرد این بود که پناهنده و یا نویسنده حاضر به معرفی خود نیست ولی پس از ختم کتاب معرفی کامل به عمل خواهد آمد. دولت شماره چهار برای احتراز از بدبینی و جنگ جریان را خیلی معدبانه با آنان در میان گذاشت. از این جهت این سه نفر با اطمینان به دشمنی و اناد کشور شماره چهار این مملکت را ترک و با کمال یأس به کشورهای خود برگشتم. یک نفر نماینده مخصوص دیگر فرستاده شد و در حالی که این نماینده مشغول مذاکره بود یک خبر عجیب و مهمی در دنیا منفجر شد و آن انفجار یک بمب در اتومبیل چپالفسکی و کشته شدن او بود چپالفسکی که خاطرتون میاد قبلا کشته شده بوده منتقایم کرده بودند مأموریت این یک نفر پس گرفتن پیلاتسا و گولاش بود بر قیمتی که طالب هستند ولی بیچاره دولت شماره چهار مطلقا از آنان اطلاعی نداشت و مأمور نامبرده فورا بازگشته و حکومت برویانو موفق شد که تظاهر به کشف یک توطئه بزرگ بنماید که از طرف دولت شماره چهار برای از بین بردن چپالفسکی گردید و این خبر نیز سراسر جهان را فرا گرفت از طرف دیگر باز هم محاکمات تشکیل و شخصی که مدعی بودن بمب در اتومبیل چپالسکی گذارده بوده است اقرار کرد که او از طرف کشور شماری چهار چنین مأموریتی داشته است در دوران این محاکمه پس از آنکه جسد منتسب به چپالسکی در میان سوگواری مفصلی در تابوت بلورین گذاشته شد و در میدان پیروزی قرار دادند که کل این مراسم قریب یک ماه طول کشید این اعتراف و اقرارها که در دادگاه با حضور شرکای جرم و همکاران بیان می شده خطر جنگ را مسلم کرد یکی از متهمین اقرار کرد که از طرف دولت شماره چهار به وسیله مسیو بوژیر به او پیشنهاد هزار لیره داده شد و نیز همین مبلغ به شماره 608209 که به محکم ارائه می شود برای کشتن پیشوای بزرگ و محبوب چاپالفسکی در اختیار او گذاشته شد دیگری که پنج نفر هم شاهد داشت در محکم اقرار کرد مبلغ شست هزار لیره به او در یکی از بانک های کشور بوگامبو وعده داده شد مشروط بر اینکه بمبی در اتومبیل و یا اتاق خواب چوپالفسکی و برویانو بگذارد این اشخاص وارد یا شاهد یا شریک جرم از تمام طبقات و کلیه مقامات بودند کلیه جلسات اخیر دادگاه نیز با حضور خبرنگاران روزنامه ها و نمایندگان سیاسی اغلب کشورها و همچنین سفیر کشوری شماره چهار تشکیل یافت پس از آن که متهمین و همکاران آنان مشخص شدند تیرباران دست جمعی آنان شروع شد و کشور برویانو سفیر خود را از کشور شماره چهار احزار کرده سفیر آن کشور را اخراج نمود در خلال این حوادث باز در یکی از ایام یک شنبه گیتا دعوت به مسافرت شهر بندری ماهیگیران شد و همراه جمعیت بسیار که برای آن شهر می رفتند وارد کشتی ماهی طلایی شد. بلیت سابقا خریداری و اتاق شماره هشت نصیب گیتا و یکی از کارگران شد ولی قبل از ورود این کارگر به اتاق عده او را دعوت کردند که در هتل کشتی برای صرف مشروب مهمان آنان باشد و در همین موقع ساندرز از محلی که ظرفشویی را گذاشته بودند بیرون آمد و گیتا محل مخفی شدن او را کاملا دریافت ساندرز بولد به طرف در دوید و آن را از داخل قفل کرد و آنگاه با خیال راحت در کنار گیتا نشست و از ملاقات او اظهار خوشبختی کرد و دنبالی بحث گذشته راجع به پیشنهاد گیتا و جریان حزب ادامه یافت. دستگیری ساندرز بولد. هر اندازه بر بخامت روابط کشور بریانو و کشور شمالی چهار افسوده می شود. روابط بین المللی و وحشت و امکان جنگ بیشتر می گردید و دستگیری ساندر بولد که دست به خرابکاری زده و در خفا با دادن اعلانات رمز به روزنامه ها افراد را اداره میکرد. کرد حیاتی تر می شود. و اقدامات لازم اتخاذ شده بود و وجود یک زیر دریایی کشور سیلایف روسیه در آبهای کشور بوگامبو محرمانه خبر داده شد. در این ملاقات ساندرز بولت، گیتا از وخامت اوضاع کلی صحبت کرد و تصمیم گرفتند گیتا جریان داخلی کشور بریانو را به طوری در روزنامه ها منکست که در این حال علیه کشور شماره چهار و یادداشت‌های منتشره در روزنامه آنان باشد و توصیه کرد گیتا با هرباخ همکاری کاملا نزدیک برقرار نماید گیتا پرسید از گفتار شما اینطور استنباط می شود که قصد مسافرت دارید ساندرز بول تصدیق کرد و ضمنا یادآوری نمود که هنگام افتتاح پارلمان به نام اعتراض باید کاری انجام شود و بهترین راه انفجار بمبیست در آن که فعلا تحت اختیار هرباخ است و شما می توانید وظایف را بین خود قسمت نمایید. موضوع ریاست را نباید مطرح کرد زیرا در حال حاضر صلاح نیست و هدایت و راهنمایی شما مسلما به موفقیت ما کمک خواهد کرد. گیتا قول داد که در این راه از بذل جان نیز دریق ندارد. بعد ساندرزبولد گفت و حتی ساده ترین راه این است که بدون اینکه شما و هرباخ خود را علنی نمایید وظیفه انفجار را بدون آنکه بوگامبو متوجه شود به وسیله او عملی سازید و شاید هرباخ راه آن را بداند سپس دست در جیب کرده و یک پلاک کوچک برنجی به شماره 218 به گیتا داد و گفت در صورت احتیاج به پول می توانید این پلاک را به مغازه کفاشی 16 در خیابان 72 محرمانه ارائه کنید و آنگاه کفش گیتار را خواست و این پلاک را که پونز مانندی بود در زیر کف کفش او گذاشت و گفت به عنوان تعمیر کفش نزد او بروید و کفش را به او بدهید و اضافه کرد که امیدوارم دوباره با شما تماس برقرار نمایم ولی کاملا از قیافه اش آثار رضایت دیده میشد و با مسرتی تمام از یکدیگر جدا شدند زیرا ساندرزبولد باید با دیگری ملاقات نماید. گیتا پس از پایان روز به منزل برگشت و جزئیات را نوشته در حفره انداخت که فوراً مورد مذاکره رؤسای پلیس و اطلاعات ارتش و اینتلیجنس سرویس واقع گردید. از طرفی چون تاریکی بندر را فرا گرفت، یک قایق لاستیکی در حالی که در ته آن دو جسم مانند انسان در گونی پیچیده شده بود قرار داشت و یک نفر آن را اداره میکرد. از پشت کشتی ماهی تلایی در آب افتاد و به طرف اقیانوس حرکت کرد. گرچه در ظاهر غیر از تاریکی و سکوت چیزی بر دریا حکومت نداشت و شیعی در دریا دیده نمی شد ولی دستگاه سگانه بالا به تمام معنی مراقب آن بودند و قواسان با ابزار مخصوص پس از آنکه قریب سه ساعت قایق به حرکت خود ادامه داد از رسیدن آن با خبر گردیدند و همین گونه قایق‌های لاستیکی که در زیر آب کشیده شده بود کم کم روی آب آمد و او را محاصره کردند و قایق کوچک سریع و سیر و مسلح نیز به کمک آنها رسیده و قایق لاستیکی را با راننده آن یعنی ساندرزولد در یکی از آنها جا داده و رئیس پلیس اولین کسی بود که دو نفر متخصص اتم را که در ته قایق به آن وضع پیچیده شده بودند به آغوش کشید و رئیس اطلاعات ارتش دست و پای ساندرز بولت را در زنجیر کرده و تحویل رئیس پلیس داد ولی قبلا لباسهای او را درآورده و به دوش یک نفر از نظامیان همهیکل او نموده و او را در همان قایق نشاند و دستور داد به مسیری که ساندرز بولت میرفت ادامه دهد رئیس پلیس با دو نفر متخصص اتم و ساندرزبورت و عدهای محافظ به شهر برگشتند و ابتکار بقیه ای عملیات به دست رئیس اطلاعات ارتش و نیروی دریایی افتاد. طبق نقشه قبلی ساعت پنج بعد از نیمه شب باید زیردریایی از آب بیرون آید تا قایق لاستیکی حامل ساندرزبورت و دو نفر متخصص را برداشته به زیر آب فرود آید. زیردریایی کشور روسیه در ساعت مقرر روی آب آمد و در فضای آرام اقیانوس به فاصله خیلی دور و با دوربین های خود قایق ساندرز بولت را دیدند سرنشینان آن خود را حاضر برای پذیرایی قایق نشینان می کردند که به دستور و اعلام راننده ی قایق یک زیر دریایی از پشت ظاهر شد و با افکندن چند اجدر زیردریایی منتظر را از هم متلاشی ساختند این عملیات به اندازه ای غیر منتظره و دقیق انجام شد که سرنشینان این زیردریایی حتی نتوانستند قافلگیری خود را خبر دهند و از یازده نفر سرنشینان فقط یک نفر از دل آب بیرون کشیده شد و او نیز پای خود را از دست داده بود. دوباره سکوت برقرار شد و راننده قایق وارد زیر دریایی کردید و به پایگاه خود حرکت کرد. از آنچه در این شب انجام شد، مطلقا چیزی گفته و نوشته نشد و حتی گیتا نیز از جریان بیخبر ماند و رؤسای سگانه تصمیم به مخفی کردن آن نموده و صلاح دانستم که از پیدا شدن متخصصین اتم حتی به زن و فرزندان آنان نیز اطلاعی داده نشود. در 24 ساعت بعد از وقتی گیتا حفره را گشود نامه رئیس پلیس را یافت که نوشته بود اولیا حضرت زبان جان از تشکر قاصر است آجزانه تقاضا دارم به برنامه خود ادامه دهید گزارشاتی که از راه به مرتاز می رسد بدبختانه رضایت بخش نیست و پزشکان در او تشخیص جنون داده اند و برای اینکه خود را از بین نبرد با کمال تأسف او را در زنجیر کرده اند زیرا اخیرا مشغول کندن و خوردن گوشت دست ها و پاهای خود شده است. موفقیت شما را از خداوند خواهانم. گیتا دو روز بعد با هرباخ مهرمان صحبت کرد و از نقشه او استفسار نمود. این شخص که هم در یک تجارتخانه کار میکرد و هم به عنوان کمک به زندگیش در اداره این روزنامه مشغول بود یکی از عناصر فوق خطرناک به شمار می رفت و به اندازه این ماهرانه بازی کرده بود که پلیس جز اینکه او را یک نفر عضو عادی این جمعیت بشناسد اندک سوء زنی نسبت به او نبرده بود و معلوم شد کلیه وسایل تخریبی از قبیل بمب و نارنجک و غیره به وسیله او ساخته و تهیه می شود. نقشه هرباخ این بود که گیتا وسیله برانگیزد که روز افتتاح پارلمان بوگامبو که به تب او را مزاحم نیز حساب می کرد بوم را با خود به پارلمان ببرد و یا آنکه تطمیع شده و این عمل را انجام دهد تا کوچکترین شاعبه ای نسبت به این جمعیت برده نشود گیتا قول داد که بوگامبو را حاضر به یک چنین اقدامی خواهد کرد و آنگاه در اطراف محل تظاهرات مردم را به شعارهای ضد جنگ وادارند و بهتر آن دانستند که تابلوهایی تهیه کرده و شعارهای ضد جنگ و حمایت از صلح روی آنها نوشته و افراد به گردن آویخته و با اجتماع حرکت کنند یکی از شعارها این بود فرزندان ما را به ندهید دولت باید برای اعتراض از جنگ جزایر اشغالی را تخلیه کند وقتی راجع به سایر مسائل حزبی صحبت گردید، گیتا متوجه شد که هرباخ، اصولا از عرض وجود و یا اینکه در مرکز قدرت علنی شدن خوشش نمی آید و با کمال اشتیاق ترجیح می دهد که کسی نام او را هم بر زبان نراند و او را نشناسد. بالاخره قرار بر این شد که گیتا در این چند روز زمینه را حاضر کند و هرباخ اصر روزی که باید پارلمان افتتاح گردد بسته را با خود به اداره روزنامه آورده و گیتا آن را از آنجا تحویل بگیرد و به بوگامبو بدهد. هرباخ به همان اندازه که خود از تظاهر در جمعیت گریزان بود، به همان اندازه موافقت داشت که گیتا در تظاهرات به هر نحوی میخواهد وارد شود. از این رو در شماری روزامهی که پس از مرگ چپالوفسکی و یا به مناسبت مرگ مجدد او انتشار داده بودند، مقاله گیتا در عظمت او در حالی که عکس زیبایی هم از او داشت در سرمقاله منتشر شده بود روی هم رفته هرباخ مایل بود مسئولیت هرچه بیشتر با گیتا باشد و تأکیدی که به گیتا کرد این بود که هیچ یک از رفقا نباید از مذاکرات و نقشه آنان مطلع گردن معلوم شد کسی جز ساندربولد هرباخ را نمی شلخت. گیتا پس از توافق بر این موضوع و گزارش آن به رئیس پلیس در صدد یافتن کفاش برآمد و بالاخره از جلو آن عبور کرده و یک نفر کارگر ژولیده را در آنجا مشغول کار یافت یک طفل ده دوازده ساله نیز در گوشه دیگر مشغول بود از این رو وارد مغازه شد و گفت میخواهد یک کفش در اینجا سفارش دهد کارگر با خوشحالی برخاست و یک صندلی به او تعارف کرده و از مشخصات پایش بازید و بعد کفشی که پلاک پونز مانند در زیر آن بود برداشت و برای اندازگیری دقیق وارد کارگاه خود که با پله به طبقه دوم وارد میشد رفت و پس از 20 دقیقه برگشته و کفش را داد و گفت برای پس فردا تشریف بیاورید گیتا خداحافظی کرده و برگشت وقتی گزارش را خواست در حفره بیاندازد نامه رئیس پلیس را یافت که تقاضا کرده بود به هر بگوید پس از گفتگوهای گوناگون به این نتیجه رسیدم که به بوگامبو نباید زیاد امیدوار بود مگر اینکه وسیله ای فراهم کند که او به رفتن به پارلمان تشویق شود یا از ما دو نفر دعوت به عمل آید او اصولا مدتی است که رفتارش در منزل غیر عادی شده است فردای آن روز که با هرباخ برخورد کرد گفت من دیشب تمام راجع به انجام نقشه فکر می کردم و هیچ کس رو از خودم برای انجام اون مناسب تر پیدا نکردم. چون از رفتار و گفتار بوگامبو که به طور متفرقه مطالبی به میون آوردم زیاد اطمینان بخش نبود. مزاله که نباید منصرف بشیم. چون اگر بشه از ما هر دو دعوت کنند من میتونم به اسم این که این عمل مقدمه ترقی اونه اونو با خودم بیارم و یا اینکه چند دقیقه بعد از ورود من به بهانه اون رو منتظر گذاشته بیرون بیام. هرباخ گفت وجود ما مطلقا در آنجا صلاح نیست و باید در این باره کاملا محتاط بود و محتاج فکر بعدی است. وقتی موقع گرفتن کفش رسید، گیتاب به مغازه کفاشی رفت و صاحب مغازه کفش را به پای او امتحان کرد و هنگام امتحان به او گفت وقتی که معمول بردن خاک, روبه، زرف خاک روبه رو به ظرف خاک رو برو خالی کرد و در انبار گذاشت بردن به سراغ ظرف برید و بسته شما درونه ولی باز پس فردا برای امتحان کفش اینجا تشریف بیاریم این تنها مذاکراتی بود که بین کفاش و گیتا صورت گرفت در تمام این مراودات ادارات سگانه با نهایت دقت همه چیز را تحت نظر داشتند و هر فردی شناخته میشد افراد دیگری به تبع تحت مطالعه قرار داده میشدند گیتا فردا صبح به عنوان سردرد در منزل ماند و بوگامبو مانند سابق در ساعت مقرر دنبال کارش رفت قریب ساعت نه بود که متوجه کامیون زباله ها جلو منزلش شد دو نفر معمور پیاده شدند و در انبار رفته جای خاک روبه را برداشته و در کامیون خالی کردند و با کمال تعجب متوجه شد که یکی از آنان که تا آن روز را ندیده بود ظرف خاک روبه را به دست گرفته تا به جای خود بگذارد و از پلکان سرازیر شد و با احتیاط آن را به جای خود گذاشت و به طرف خانه مقابل رفتند تا خاک روبه های آنها را بردارند. گیتا فورا به طرف زیرزمین رفت و بسته را میان صد خاک روبه یافت که هیچ رهگذری حاضر به دست زدن به آن نبود صورت ظاهر آن خیلی کثیف و حاکی از این بود که اشیاء کثیفی را در آن بستهاند گیتا با کمال احتیاط سلط را به داخل اتاق برد و محتویت آن را باز کرده و پنج هزار لیره در آن یافت چیزی که او مطلقا توجه نکرد این موضوع بود که چند نفر معمور با لباس های مختلف گزارنده پول را تحت نظر داشتند حتی وقتی مشغول بردن خاک رو به از خانه دیگر بود بین دو نفر در آنجا زد و خورد صورت گرفت و آبری به بهانه گرفتن عکس آنان عکس او را هم برداشت و این موفقیت فوق بود اکنون مشکل عظیم گیتا که این پول ها بود که کسی متوجه آن نشود از این رو آنها را بین تختخواب و توشک قرار داد و خود را زودتر از موعد مقرر به دکان کفاشی رساند و کفش را از پا در ورد و در حالی که میخواست میخی که پایش را آزار میدهد نشان دهد به او گفت آنچه در اختیار او گذاشته شده از زیاد بوده و فعلا محلی برای نگهداری آن ندارد در جواب کفاش گفت فرد و پاسخ او داده خواهد شد وقتی گیتا به دفتر روزنامه آمد مدتی با پیر لاشات صحبت کرد و جریان عمومی را برای یکدیگر تشریح کردند و گیتا گفت چون موقع باریک است میخواهم یک گزارش به وسیله شما به رفیق برویانو بفرستم و در همانجا یک رشته مسائل عمومی و مخالفت های مطبوعات را علیه برویانو شهر داده و کسب اجازه برای عملیات متقابل و ضمنا ارسال موضوع و مدارک لازم را نمود. اما هرباخ در تعقیب یافتن راه حل وارد یک کافه شد و در آنجا در رقص با یک خانم زیبا که با او ال ظاهر بر حسب اتفاق برخورده و در میان فریادهای خنده و صدای موزیک و سرهای گرم از او خواهش کرد یک کارت دعوت برای افتتاح پارلمان برای بوگامبو صادر شود. معمورین سه دستگاه این زن رو هم تحت نظر قرار داده و متوجه شدم که هنگام خروج در یکی از تلفن عمومی رفته و به محلی تلفن زد و معلوم شد با یکی از رجال کشور که به تازگی زنش مرده است آمد و رفت دارد. هرباخت در ملاقات بعد گیتار مطمئن ساخت که جریان به نحو رضایت بخش حل می شود و آن این است که بمب تحویل شما شده و شما همراه شوهرتان نزدیک پارلمان میشوید و در آنجا یک خانم روزنامه‌نگار به شما برخورد نموده و میگوید کارکنان چاپخانه امروز اعتصاب کرده و کلیه کارها را زمین گذاشتند و از شما تقاضا میکند سری به چاپخانه بزنید و الا روزنامه منتشر نمی شود و انگاه شما بسته ساندویچ را که محتوی بمب است به او بدهید و بگویید جای شما را نگه دارد تا برگردید گیتا گفت مزارک مراعات کامل احتیاط نشده است زیرا ممکن است در این موقع از رفتن من عصبانی شود گمانم من باید ترتیبی بدهم که آیلین نیز با ما بیاید آیلین دختر خواهرش او را مجبور کند که برای تماشا برود هرباخ کاملا با این نظر موافقت کرد و فورا با دختری که به عنوان رفیقه بوگامبو انتخاب شده بود ملاقات نموده و به او گفته شد در روز افتتاح پارلمان باید به موگامبو یادآور شود که چون پدر و مادرش در آن روز در پارلمان خواهند بود مایل است یا قبل از شروع مراسم و یا بعد از آن او را به پدر و مادرش در آنجا معرفی کند جریان از نقطه نظر هرباخ کاملا حل شده بود